بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما خوبان و عزیزان در هر جایی که هستین، در پناه خداوند منان باشین. خوشحال هستم که با ویدیوی دیگری مضمون ESP در خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز، بحث ما همینطور ادامه داره در قسمت کنترل های ESP .NET و ما مشخصا آمدیم روی بعضی کنترل های HTML چی کردیم، کار کردیم تا قسمتی که ما تونستیم یک فارم بسازیم. از فارم ما چند تا تک های HTML استفاده بکنیم، از اینپوت فارم ها استفاده بکنیم که از نوع تکس باکس بودن، بتن بودن و ساختار های دیگه. اما اینها از خود ایونتی ندارن، اینها به شکل استاتیک است دوستان. پس این کنترل ها زمانی میتونه تکنولوژی به سمت سرور تبدیل شون که ما نیاز داریم اینها رو چی کنیم، از حالت سمت، از حالت چی، از حالت استاتیک یا از حالت HTML بودن اینها رو تبدیل بکنیم به چی، سمت سرور. به فرض مثال شما میایین چی میکنین، در اینجا ما یک بتن داریم، ممکن است درست است یک بتن داریم، یا ممکن است هر اینپوتی که در اینجا چی باشن وجود داشته باشن، ما فقط میگیم این رو تبدیل بکن به چی، سمت سرور، run it از سرور. ما نیاز داریم چی کنیم، این را run بکنیم از سرور. پس ما یک بتن اینجا کرییت میکنیم از نوع HTML، یک کلمه دیگه به فرض مثال یک بتن در اینجا چی میکنیم، اضافه میکنیم. شما ببینید در اینجا دوستا ما اینپوت میگیریم فایل از نوع بتن. این فعلا در واقع چی هستن دوستا؟ این بحثشان در واقع وقتی پراپرتی میاییم از آیدی یک هست. ما میاریم روی سورس، کلیک کردم مشخصم روی بتن. ما میخواییم که این بتن چی تبدیل شد؟ رنید از سرور شد. رنید از سرور. فعلا این تبدیل میشه از حالت HTML از سمت کلاین به سمت سرور. پس ما زمانی میتونیم که یک کنترل HTML به سمت سرور تبدیل بکنیم که ما از کامنت یا از تکس رنید از سرور در محتویات کنترل های HTML چی میکنیم دوستا، استفاده میکنیم. همینطور ما دوستا بحث های خیلی زیاد اینجا داریم، از اینپوت فایل هم اینجا هست که ما میتونیم یک فایل به فرض مثال ما میخوایم چی کنیم، انزرت بکنم یک رو بلو. به فرض مثال در اینجا بلو هست، ما اینجا به فرض مثال میگیم اینپوت اپلود سی وی، درست است اپلود به فرض مثال سی وی، متوجه شده این اپلود چی میکنه، باید سی وی رو اپلود بکنه. در اینجا ما یک فایل از نوع چی، اینپوت فایل قرار میدیم. در اینپوت فایل در واقع میتونیم که براوز بکنیم، یک فایل چی کنیم، انتخاب بکنیم. همینطور اگر ما در قسمت تکس میایم، در اینجا اینپوت فایل تایپش فایل هست دوستا، ما میتونیم که در این قسمت از چندین ساختار استفاده بکنیم. حتی میتونیم در اینجا خود ما کد بزنیم، تکس اینپوت فایل نوشته میکنیم چی دوستا، اینپوت آیدیش میگیریم چی، از نوع فایل یک به فرض مثال فایل دو. تایپش مشخص میکنیم که از چی نوع تایپ است دوستا، تایپش مشخص میکنیم که از آیدی باشه، از دیت اند تایم باشه، ایمیل باشه، هر چی باشه. ما به فرض مثال چی میگیم، از فایل میگیریم، نوعش چی است، فایل است. اگر ما روی تکس میایم در اینجا برای ما چی میشه، اضافه میشه یک نوع اینپوت فایل دیگه. پس همین طوری که ما درگ اند دراپ ویژوالی میتونیم، میتونیم به این شکل هم چی کنیم، تکس های خود رو بنویسیم. به فرض مثال ما در این قسمت چی میزنیم، بی آر میزنیم، از تگ چی، بی آر بریک لاین میزنیم تا تکس ما به خط بعدی بیاد. وقتی میاییم در اینجا چی میشه، بریک لاین استفاده کنیم، آمده دو تا اینپوت فایل در یک جا قرار گرفته است. همینطور ما میتونیم از چی استفاده بکنیم دوستا، از ریسیت استفاده بکنیم. از چی؟ از ریسیت. به فرض مثال ما میخواییم که چی کنم، در اینجا میخواییم از یک بعد ساختار ریسیت استفاده بکنیم. ریسیت اگر ما میریم در طرف چی، سورسشان، در قسمت سورس میگایدیر تایپس از نوع ریسیت هست. هر آن چیزی که ما در محتویات برنامه تایپ میکنیم، نوشته میکنیم، دوباره میتونیم که ریسیتش بکنیم. به فرض مثال ما میخوایم چی کنیم، صفحه رو بالا بیاره و میریم چی میکنیم، صفحه ESP.NET بالا میریم. درستون دوستا در اینجا گفتیم ما قبلا که همه پیج های HTML ESP با اکستنشن ESPX چی میشه، ذخیره میشه، درست است. اکستنشن چی داره از خود، ESPX. به فرض مثال شما اینجا میایین دوستا، ما میتونیم اپلود فایل بگیریم، اتومات به سیستم میایین، شما میتونید که از کامپیوتر خود یک فایل چیکنین، انتخاب بکنین. به فرض مثال ما میخوام که اینجا اقتصاد اپلود میکنیم، فایل در واقع در اینجا چی میشه، اپلود. اما فعلا این کار از خود نداره، چون ما هیچ نه این کنترل ها رو به شکل استاتیک استفاده میکنیم. در اینجا ما میایم تکست نوشته میکنم، میخوایم چی شود، ریسیت شود. من کنترل ریسیت زمان کار میته دوستا که ما اینها رو بایند میکنیم، درست است. میتونیم از ریسیت استفاده بکنیم. همینطور ما داخل زی میتونیم که از دو تا ریسیت، اینجا به فرض مثال کنترل زی میزنم، من در اینجا میگم نه، خودم اضافه میکنم. اول در اینجا میگم یک بریک لاین بزن برای من، بی آر، از تک بی آر استفاده میکنم متحد اشتی چی دوستا، HTML. بی آر یعنی بریک لاین. میخواییم که از نوی چی باشه، اینپوت باشه، چی، اینپوت.
Input آیدی داشته باشه از خود که مشخص شه. درست است، ما زمان کد نویسی میکنیم. آیدی از نوی چی باشه؟ به فرض مثال از آیدیشان از نظر ریسیتی دو باشه. به فرض مثال تایپش مشخص میکنیم دوستا، تایپش درست است، تایپش مشخص میشه از نوی چی باشه؟ ریسیت باشه. شما میتونید چی کنید؟ ریسیت بکنید و بعد چی میکنین؟ ولیو میتین برش. چی ولیوی دوستا؟ به فرض مثال ریسیتی دو. پس کلوز چی میکنه؟ تگ. وقتی ما را دیزاین میهیم دقیقاً ما دو تا ریسیت چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. شما همینطور دوستا میتونین از همه کنترل های HTML در محیط ESP چی کنین؟ استفاده بکنیم. ما میتونیم تیبل اد بکنیم، ما میتونیم سلیک، ما میتونیم هورایزونتال لاین. به فرض مثال شما میگین بعد از تیبل ما نیاز داریم در اینجا چی؟ یک هورایزونتال لاین نیاز داریم. ما از اینجا چی میکنیم؟ فقط میایم در اینجا میگیریم چی؟ درگ اند دراپ. یک هورایزونتال لاین برای ما چی میشه؟ اضافه میشه. کی هورایزونتال لاین نشان دهنده چی است؟ HR است. ما از تک چی استفاده میکنیم دوستا اینجا؟ از تک HR. HR برای ما چی میکنه؟ یک هورایزونتال لاین در محیط HTML چی میکنه؟ میسازه. خب در قسمت ما میایم چی میکنیم؟ پیج بالا میریم دوستان، ببینیم که چی موضوعات رو که ما پرکتیس کردیم در اینجا وجود داره. ببین دوستان، من دو تا HR استفاده کردم، یک HR اینجا آمده و HR دوم هم اینجا هست. از همه کنترل های HTML ما به صورت درست چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. شما میتونید چی کنین؟ در قسمت دیزاین از تول باکس میتونین از ایمیج استفاده بکنین، یا به فرض مثال از دیو یا از بتن یا هست، هر کنترلی که شما بخواید چی کنین؟ تنظیم بکنین. به فرض مثال یا میتونه از اینپوت استفاده بکنه. من از اینپوت سابمیت استفاده. سابمیت یعنی ما فایل نوشته میکنیم، سابمیت میکنیم. همینطور که ما میایم در کجا؟ در قسمت سورس، در اینجا یک بریک لاین میزنم بی آر تا بتونه این بی آر پاسخی باشه برای چی؟ بریک لاین ما. ما وقتی در اینجا میایم چی میشه دوستا؟ بریک لاین سابمیت. سابمیت از اینجا هم تکستش تغییر میده، ما آیدیش به فرض مثال آیدی سابمیت. سابمیت درست است. پس ما میتونیم که چی کنیم؟ ولیویش حتی از اینجا تغییر بدیم تحت نام چی؟ سابمیت، سابمیت دیتا، دیتا درست است. سابمیت دیتا شما اینجا میبینید، سابمیت دیتا برای ما چی میشه؟ ظاهر میشه. پس چیزی که بسیار مهم هست در اینجا، ما باید بفهمیم که تمام کنترل هایی که در محتویات HTML وجود دارن ESP چی میکنه؟ سپورت میکنه. همینطور که همه تک ها، همه کنترل ها رو ما اینجا استفاده کردیم، شما میتونید از اینها در محتویات وبسایتتان یا وب اپلیکیشنتان با استفاده از کنترل های HTML در محتویات ESP چی کنید؟ استفاده بکنید دوستا. میتونید گفتیم تیبل جور بکنین، میتونید تیبل ها حتی شما میتونید از طریق تک های HTML بسازین دوستا، که با چی؟ با تگ اش تیبل باز، تیبل بسته. از تی دی و تی آر استفاده میکنیم، تیبل رو و تیبل دیتا چی میشه؟ استفاده میشه تا تیبل های ما چی میشه؟ ساخته میشه. همینطور اگر ما بیایم در اینجا از نوی تی دی یک تی دی دیگر اینجا میگیریم، به فرض مثال کنترل سی میکنم، این رو در قسمت چی میکنم؟ کنترل دی. این دیتای ما در تی دی تی رو دیگر چی میگیره؟ قرار میگیره در اینجا. پس ما نیاز نداریم به این شکل، میتونیم که چی؟ از تی دی سو از تی آر، به فرض مثال از تی آر چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. از چی؟ از نوع تی آر. و این تی آر از خود چی دارن؟ چندین تا تی دی تیبل دیتا دارن دوستان. ما میخوایم چی کنیم؟ از تی دی استفاده بکنیم. چی؟ تی دی. به فرض مثال در اینجا میگیم چی؟ اینپوت کو برای ما چی را؟ اینپوت کو آیدی بیتی برش، آیدی رو به فرض مثال نیم قرار بده. در اینجا تایپش مشخص کو بریم، تایپش مشخص میکنه برای ما چی؟ از نوع به فرض مثال تکس باشه. در اینجا ولیویش مشخص کو، ولیویش مشخص میکنیم نیم، نیم ولیو باشه، ولیو باشه. وقتی ما میایم از اینجا در قسمت تی دی و تی دی رو در اینجا بسته میکنیم، وقت دیزاین میاریم، یک تکس بتن ما دیگه اینجا چی میشه؟ برای ما جور میشه دوستان. درست است. اما چیزی که بسیار مهم هست، ما اینها رو بتونیم در قالب این چی استفاده بکنیم؟ اینپوت. ما چون اینجا تک بسته نکردیم، برای ما ارور گرفتن. در اینجا فعلا ارور وجود ندارن. ما از اینا میتونیم چی کنیم؟ استفاده بکنیم. پیج بالا میریم دوستا تا شما بتونین که با شکل هم منوالی هم بتونین توسط تک هایی که شما از محتویات HTML استفاده کردین استفاده بکنین و از اینها در محتویات ساختار خود چیشین مستفید شین. در قسمت تکس شما میتونین دوستا در همه اینها رو شما به فرض مثال کالر تکس همه پراپرتی اینها رو چی کنید؟ تغییر بدین. من از اینجا اگر انتخاب بکنم که اینجا کلید به فرض مثال
تمام اینها را با ما میخوایم چیکنم بولد بکنم. اگر شما میان داخل در اینجا از نوع چی شده؟ استرانگ گرفته شده. استرانگ اسمال درست است. آمد تیکسی ما را که در نام یوزر نیم هست از نوع چی گرفته؟ استرانگ گرفته. این اتومات به نوع چی میشه؟ استرانگ تبدیل میشه. ما از اینجا میام اینو به شکل چی میکنم؟ اسمال میگیرم دوستا. به فرض مثال امین تیکسا میخوایم برم چی در کودش در اینجا از نوع چی بگیرم دوستا؟ از نوعی بیگ بگیرم. درست است؟ آیا بیگ سپورت میکنه یا خیر؟ بدل گزینه میذارم به نام چی؟ بیگ. تک بیگ باز میشه و اینجا هم چی میشه دوستا؟ بسته میشه. میخوایم تک بیگ چی کنم؟ کلوز بکنم که چی کار برای ما در قسمت کامنت انجام میده. چی است دوستا؟ سلاش بیگ کلوزش میکنیم. تک کلوز بستش. درست است دوستا؟ ما در اینجا چی میکنیم؟ کلوز میکنیم. در اینجا میاییم چیسته؟ این تک ما ریموف شده به خاطر که ما اینجا یک ایرور داریم دوستان در قسمت بیگ. اگر اینو به تبدیل ممکن است ما به اسمال بکنیم یک زمان. اسمال چون تک باز نکردیم به نام چی دوستا؟ اسمال. اسمال داریم. درست است؟ اسمال میگیریم. در قسمت تک ما بسته میشه لیف. به فرض مثال لیف مسیج. لیف چی؟ مسیج. مسیج درست است؟ تک چی میکنیم؟ لیف مسیج میکنیم. وقتی در اینجا میاییم از نوع اسمال هست. درستن دوستا؟ خب دوستان عزیز، ما به این شکل میتونیم که کارهای خود را به شکل عرفوی تکمیل بکنیم با استفاده از چی؟ از ساختارهای HTML و تکهایی که کنترل هایی که در ساختار HTML با محتویات اسپیچ هستن وجود دارن. همینطور شما میتونید که مشخصا کد بکنین، همینطور مشخصا میتونید محتویات ویژوال کنترل های HTML چی کنین؟ استفاده بکنین که باعث میشه شما بتونین اپلیکیشن های خود به صورت حرفه‌ای طراحی بکنین. من میام چی میکنم؟ اپلیکیشن رو بالا میاریم در قسمت وب براوزر. تمام کنترل هایی که ما در قسمت HTML کار کردیم در اینجا چی میشه؟ برای ما پرینت میشه. درست است؟ این یک بحث خاصی هست که انشاءالله شما بتانید با جلسات متعددی که ما داریم اینها رو چی کنید؟ پوشش بتین تا مسائلی که در قسمت HTML هست کور شده باشد، تا ما بتانیم روی کنترل های ESP که بحث اساسی ما هست با آنها چی کنیم؟ کار بکنیم. دوستان عزیز، جلسه رو به اینجا با اتمام میرسانیم. تا دیدن بعدی، ویدیوی بعدی، شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.